دختری که عذاب دوزخ را دیده بود چنین نقل میکند: السلام علیکم تماشابینان عزیز و هواداران شبکه چشمه نور، باز یک قصه دهشتناک بحر شماست. خوب تا آخر گوش کنید که این دختر چی میگوید. وقتی که مادرم به کسلی روحی دچار شد، پدرم ما را پرتافته رفت. مادرم طول چند روز در بیمارخانه تبابت گرفته به خانه برگشت. بیبیم و خاله هم گفتند که فرزندهایت را به یتیمخانه می سپاریم، تو خودت را نقص تبابت گیر و تو را به شوهر می دهیم. مادرم بعد شنیدن این سخنها غضبناک شده آنها را از خانه پیش کرد. همسینفهایم در مکتب من را دختری جین زده می گویند و من از سخنان آنها بعضا گریه می کردم. صنف نه می خواندم که به یک خطاگی دست زدم. روزی دادرم سلفیدن گرفت، من او را به بیمارخانه بردم. دکتر دادرم را دید و دارو نویستن را آغاز کرد. دکتر از من پرسید مادرت چرا نیامد؟ من جواب را دریافت نکرده همشیره ای نزد دکتر بوده گفت که مادر این جنی شده مانده است، اکنون او آمده نمیتواند. از سخنهای همشیره به چشمانم اشک آمد. وقتی به خانه بر میگشتم میگریستم و خود سوال میدادم که مادرم چنین باشد عیبی من چی؟ وقتی در خانه خواب خودم تنها نشستم میگریستم که صدای مادرم رسید: نظیره، من به خانه همسایه رفته استاده ام. گفت دادرم همراه مادرم بود، خواهرم باشد در خانه دوگانه اش بود. همین طور در خانه هیچ کس نبود. داروهای مادرم را جستجو کردم. وقتی دارو را دیدم به یادم گفته این مادرم رسید. این دارو را در مقداری کم خوردن لازم است، نباشد آدم را میکشد. و نهایت دارو را یافتم و در یک پیاله آب آورده آمیخته کرده نوشیدم. بعد زود خط نوشتم: السلام علیکم مادر جان، من در این دنیا زندگی کرده نمیتوانم، من را ببخشید. شما را سخت دوست میدارم گفتم و سرم چرخ زد، از هوش رفتم. در یک باغ خیلی کلان و زیبا بوده، وقتی تماشای آن باغ را میکردم که از کجای مثل فرشته شرپره های سیاه پیدا شدند. آنها من را با خود گرفته به جای بردند که اطرافمان از ظلمت بود. من چنان ترسیده بودم که حتی زبانم به کلمه گفتن هم نمی آمد و کلمه گفتن نمی توانستم. همین تاریخ از جایم جنبیده نمی توانستم. در همین لحظه یک ملائکه با لباس سفید آمده این را به آتش پرتاید. کسی که خودکشی می کند جزایش همین است، گفت. فرشته هایی که با لباس سیاه بودند من را به یک چقوری کلان پرتافتند. نه من را نپرتاید، گفتند. داد و فیغان می زدم اما به ثمر بود. ملائکه که با لباس سفید بود: تو دوزخی هستی، دوزخی، گفت. وقتی از ترس زیاد از جایم خستم که در یک خانه دیوارهایش سفید بود، خواب بودم. در نزدم باشد پدری که مرا پرتافته رفته بود، چشمش پر از اشک می نشست. من از خواب دیدم ترسیده می لرزیدم اما بدنهایم مثل آتش می سوخت. پدرم به من گفت: دخترم به خود آمدی؟ پرسیدم که در کجا هستیم؟ گفت: در بیمارخانه. 3 روز می شود که خواب هستی. بعد فهمیدم که 3 روز در حالت کام خواب بوده ام. وقتی مادرم به خانه برگشت دیده است که من بیهوش خواب بودم، زود همسایه ها را به کمک فریاد کرده به بیمارخانه آورده اند. من عذاب دوزخ را چشیدم و حالا باشد بر جان خود قصد کردن را هیچگاه فکر نمی کنم. عین حال 22 ساله هستم، به شوهر برآمده، صاحب 2 فرزند هم می باشم. تا حال من را آتش سوزاندنش را حس می کنم. بر جان خود قصد کردن را هیچگاه آرزو نکنید که آخرت در عذاب خواهد بود. دخترک از شهر استانبول جمهوری ترکیه.